والا ما اول اعتراضات جمع شدیم خونه یکی از دوستامون که بچه ها حرف از این زدن که میخوان حالا یه جایی و سر و صدا ایجاد کنن و یه حالت بمب منفجر کنن. از اونجایی که فکر کنم میدونست من پیش زمینه این توی روباتیک داشتم قبلا، گفتش که من یه ریموت میخوام. قرار بود که مثلا این کیت وصلش به این مواد و از راه دور یه ریموت داشت که کسی که این ریموت رو کلیک میکرد باعث انفجار میشد دیگه. بهش گفتم که مثلا این ریموت رو خریدم تو چند روزی که به دستم میرسه و اینکه چیزی هم که پیدا کردم اینا بود، اینکه چه شکلی هستش و این سیستمه چجوریه، یه باتری میخواد و یه فیوز میخواد و خود اصلی کاری. چیزی که ما مشاهده کردیم و بر اساس موارد مختلفی که خب قطعا در عملیات‌های خاص دیدیم این موردها رو، من میتونم نکته عرض کنم خدمتتون که یک شعاع نزدیک به 20 متر میتونسته تحت شعاع خودش قرار بده به خاطر قدرت اولیه اشتعال و سرعت اشتعال بودنش. من خودم اکلیل سرنج تهیه کردم، اکلیل و سرنج قاطی کردم با همون ریموت، تستم کردم تو خونه، موادش میریختم زمین و المنتش میذاشتم توش، دکمه میزدم میدیدم روشن میشه. وارد خونه شون که شدم دیدم که یه تقریبا یه کارگاه کوچیکی اون ته خونه بود که روی زمین جای یه آتیش گرفته یه خیلی کوچیک در حد مثلا شاید نمیدونم یه کف دست مثلا بود که گفت که یه بار دیگه هم باز تست کردم و جواب گرفتم. قدم بعدی بود که گفتم یکم بزرگتر درست میکنم، با ارسلان هم صحبت کردم و قرار شد بر بذارتش مثلا کنار یه ماشینی یه چیزی من ریموت رو بزن. اینا رو همه رو ورداش آوردیم گذاشتیم توی ماشین، اومدیم بیرون، از ماشین من 7 لیتر بنزین کشیدیم و ریختیم توی اون دبه‌ای که اشراق آورده بود. ظرف پلاستیکی توش اکلیل سرنج بوده، من گذاشتم رو سر دبه، پلاستیکم دورش پیچیده بودم. قرار شد ارسلان لباس زباله‌گرد بپوشه بره بذاره چیه جایی. میخواستم شکل یک زباله‌گرد بشم به خاطر اینکه مثلا پلیسا بهم شک نکنه. توی یک کیسه مشکی که من توی ماشین داشتم گذاشتیم، من اون رو گرفتم دست و اومدم به سمت میدون احسان. دوربین اونجا بیشترین جاییه که توی شیراز فکر کنم دوربین هست و گفتیم این کار به هر حال دیده میشه و روبرو استانداریه و به هر حال گفتیم دیده میشه و اینکه یه مسیر راهپیمایی بکنیم بریم و اینکه همون دقیقا هم توضیحات که برخوردان داده بودم که دیوارها رو علامت بزنیم که اگه که مثلا میروان اومدن بتونیم از طریق کوچه‌هایی که مشخص کردیم فرار بکنیم. کیسه دستم بود، از میدون احسان وارد مالیاباد شدم و اون آقایی که میفرماند بسیجی بوده بهم گفتن که اونا رو بذار رو زمین، درش رو باز کن ببینم توشون چیه. یک پلاستیک زباله رفتم مالیاباد که گرفتم. فقط میدونستم که دارم میدوم که دیگه پلیسا رسیدن به هم و اونجا گرفتم. فکر میکردیم که حالا مثلا خیلی امنیتمون بالاست و میتونیم حالا فرار کنیم به سر در بریم. به خاطر اون احساساتی که باعث شده بود که اصلا فکر نکنم و عقلم اصلا یعنی در واقع درگیر نبود، فقط احساساتم درگیر بود.